سلام واصلين عزيز بيدامي لكتشر كا وركينج في تكساس لكتشر مش ما لكتشر بيش مش ما راجي بهيتل فا دا لس مور فا دا بوليز يا كاتو كمان داي بود كراجيش باس كده بودم دا لكتشر راجي با كم اونلاين بيبس وبات ميكن كم اونلاين بيبس شياس فا تشكو جاي استفاده ميشا بيب كاركتر يا كاركتر كي مش ما يجي ميبينيم ير ار هم ميگيم ای با خاطر از روان کردن آوتپوت از یک کماند به دیگه استفاده میشه. زمانی که ما شما یک کماند یک آوتپوت می داشته باشه و او یک ایرور جنریت میکنه یا یک چیزی نره با ما شما دیسپلی میکنه، ما او را می خواهیم با یک کیز روان بکنیم به ایمانه بجای ازی که او پرنش و در سکرین به ما نشان داده شده و او باید آوتپوت از او به توسط یک کماندی که ما شما استفاده میکنیم برای کماند دیگه یا هم به یک چیز دیگه روان میکنیم. شارلی ما شما گفته میتونیم زمان که مثال ما شما میگیم ایکو کو یک دو سه چاره و ما شما یک چیز را پرینت بکو، ما این را میخواییم ای باید با ما دیسپلی نشه، با ما پرینت نشه، در روی صفحه کدام چیز نشان نده، او بره با یک کمان لاین در یک چیز با اساس یک با یک فایل با یک چیز دیگه ما شما آوتپوت برش میدیم. پس توسط پیپ کرکتر ما شما میتونیم آوتپوت خوده و از یک کماند به دیگه جا روان بکنیم، یعنی آوتپوتی که ریزلت که یک کماند با شما دیسپلی میکنه او رو ما شما میخواییم به یک چیز دیگه روان بکنیم، به جای دیگه روان بکنیم که امو اگر ایرور باشه یا یک نتیجه دیگه چیز باشه او رو ما شما میخواییم از توسط پیپ نمو مرحله پیپ میره میگه که ریزلت که از یک کماند اینشال از کماند اساسی است ما شما او رو میخواییم به یک کماند دیگه دیسپلی بکنیم، به یک نتیجه دیگه دیسپلی بکنیم. این رو شما پیپس کماند لاین پیپس میگیم. کامان لاین پیپس ما شما چند تایپ آف پیپس داریم که روش بحث میکنیم. در مثال پیش ما شما هیت و تیل کماند گفتیم که نام فایل ایس ارگومنت بر از او میدادیم و او نتیجه رو با ما شما دیسپلی میکرد. پس امیجه از زمان که ما شما پیپ کاریکتر استفاده بکنیم یا پیپ استفاده بکنیم این با ما شما نتیجه از این میده که ریزلت از اون کماند نتیجه از اون کماند ما شما با کماند دیگر روان بکنه، با جای دیگر روان بکنه. این در کجا به درد نخوره؟ در جاهایی که لیست دایرکتوری های بزرگ باشه، مثال ما شما دایرکتوری سلاش ای تی سی را اگر لیست بکنیم، لیست سلاش ای تی سی این دایرکتوری زمان که ما شما لیست بکنیم خیلی جای میگیره، خیلی لیست کلان است. اگر این ما شما لیست بکنیم حتی در یک سکرین جای نمیشه، یک صفحه جای نمیشه، با دایرکتوری دیگه میره. اگر هیت تیل استفاده بکنیم با این ارگومنت باز ما شما میتونیم او را پرید بکنیم. اما یک چیز دیگه که ما شما شمایل استفاده میکنیم او پیپ است. پیپ با این مانا امی سلاش ال سلاش ریزلت از ایرا ما شما میخواییم به شکل پیپ و کماند دیگه بسپاریم و او ایرا دیسپلی بکنم. در مثال ما شما میخواییم خود امی دایرکتوری فایل لیست دایرکتوری که است یا فایل هایی که در دایرکتوری سلاش ای تی سی وجود داره اگر ما شما ایره در ترمینال اگزیکیوت بکنیم خیلی جای وقت میگیره، اما ما شما ایره سکرول میکنیم و بعد از اون نتیجه شما میکشیم. ما میگیم که نه، ایره به شکل پیپ انجام میدیم و پس ما میگیم که فقط امو جاهایی که مربوط هید است یعنی تاپ 10 چیزا با ما شما نشان بده و بعدی از ایره ما شما میخواییم او را ریدایرکت به کجا بکنیم، به کماند هید بکنیم یا هم ما شما میخواییم که فقط دمی مثال زیل اگر توجه بکنیم ما شما ls/utc/pip-hid امیجا ما شما در کماند ببینیم ما میخواییم ریزلت ls/etc را او را ما پیپ میکنیم به هیت کماند بسپاریم با این مانا امیجیز دیسپلی شوه، اما ایجا آوتپوت ما شما با کماند هیت میسپاریم با این مانا که اینی چیز دیسپلی شوه اما باستاس اینی هیت کماند در لاین ازی را دیسپلی شوه. پس هیره ما شما چی میگیم؟ پیپ میگیم. مثال اگر عملا ما شما روی مثال بریم در ایجا ببینیم که چگونه کار میتر، ما ایجا پاسورد منتر میکنم با ترمینال میروم. مثال ما شما فایل بنام ایره کلیر میکنیم، ایره کلیر میکنیم، ما میخواییم که از دایرکتری ls دایرکتری سلاش etc رو با ما لیست بکنم. اگر ما ایره لیست بکنم خیلی سکرین زیاد داره، یعنی فایل های زیاد داره. ما شما گفتیم پیپ در کجا استفاده میشه؟ در جایی که دایرکتری فایل های زیاد داشته باشه. پس اینجا فایل های زیاد داره، ما سکرولینگ ما رو خسته میکنه. پس ما میگم ls سلاش etc همینجا است که ما شما چی رو انجام میتیم؟ پیپ انجام میتیم توسط این علامت و ایره با کدام کماند مربوط میکنیم؟ با کماند هیت. ریزلت از ایره، آوتپوت از ایره ما شما در کجا نشان میتیم؟ در کماند هیت نشان میتیم. پس بخاطر نشان دادن از این انتر میکنیم ببینید
امو چند فایل که در اینجا داریم، ده فایل که مربوط به هید است، هید کارش میست که با ما شما ده سطر اول با ما شما ریزلت بده. با زمان که ریزلت از این ما شما میخواییم با اساس کماند ls/etc امی جمعی علامه پیپ انجام میتا، ریزلت خدا نتیجه خدا با کجا میتا؟ به هید میتا. پس اینی پروسه خود مثال عملی پیپ است که ما شما عملا پیپ چگونه کار انجام میتا. پیپ وظیفیش هم ایست که ریزلت یک کمانده آوتپوت یک کمانده خدا با کماند دیگه بسپاره، نتیجه یک چیزی خدا با دیگه نتیجه بسپاره که عملا مثال شد. دیگه ما شما اینپوت آوتپوت ریدایرکشنز داریم. اینپوت آوتپوت دایرکشنز ای با ما شما در کماند لاین معلومات که او میخواید پاس شوا او در ما شما با دیفرنت استریم میتیم، با جاهای دیگه میتیم. یعنی ما شما ریدایرکشن میره میگه از یک جای به دیگه جای ریدایرکت کردن، اینپوت به آوتپوت ریدایرکت کردن، آوتپوت به اینپوت ریدایرکت کردن. پس بس بالای عزیز که چگونه ما شما استریمی که جریان داره، استریمی که او مثال اینپوت است و آوتپوت است، ما شما به دیفرنت استریم بتیم، جاهای مختلف بتیم. قبل از اینکه ما شما با بس ریدایرکشن صحبت بکنیم، ما شما دو نوع یک استاندارد اینپوت است، استاندارد آوتپوت است، روش بحث میکنیم که استاندارد اینپوت چی است و استاندارد آوتپوت چی است. استاندارد اینپوت ما شما میتونیم بگیم که ما شما راجع به این میفهمیم اینپوت که استاندارد باشه و این معنی معلومات که به شکل نرمال توسط یوزر با استفاده از کیبورد او را انتر میکنه، او را داخل میکنه، پس همین پروسر ما استاندارد میگیم. زمانی که کماند پرام باز میشه، یک کماند پرام باز میشه، یک شیل باز میشه به خاطر دیتا به ما شما اینترفیس میده و اینترفیس به ما به یوزر توانی زیرا میده که کماند را انتر بکنه. یعنی یک شیل باز میشه، ما شما یک ترمینال باز میکنیم و توانی زیرا پیدا میکنیم که روجا ما شما اینپوت خود میکنیم، کماند خود میدنیزیم و کماند خود انتر میکنیم، کماند خود تایپ میکنیم و به ما شما نتیجه میده. پس استاندارد اینپوت امیز که ما شما نارمالی توسط یوزر با استفاده از کیبورد بتانه در بخاطر پروسس دیتا، بخاطر انجام دادن کارش توانی زیره داشته باشه، کماند انتر بکنه، کماند اد بکنه و توسط کماند کار خود انجام بده. و استاندارد آوتپوت ما شما میگیم نارمالی آوتپوت است که توسط کماند میشه. یعنی زمانی که یک کماند شما اکزیکیوت میکنین او به شکل درست بدون کدام ایرور و ما شما یک نتیجه را میده، این ما شما استند اوت میگیم. یعنی نتیجه استاندارد است که بدون کدام ایرور به ما شما میده. به شکل دیفالت ای در ترمینال ویندو دیسپلی میشه زمان که کماند ما شما میزنیم و ما شما میگه فایل شما دانلود شد، فایل شما اپلود شد، فایل شما ایت شد. پس امی استریمینگ امی چی امی ما شما استند اوت یا استریم یا چنل هم برش میگیم که دست از او به ما شما یک نتیجه آوتپوت میشه. و استاندارد ایرور به این معنی زمانی که ایرور مسیج جنریت میشه توسط کماند، یک مشکل رخ میکنه یا کار نمیتا یا مشکل میباشه، اینی را ما شما استاند ایرور یا نون از استریم چینل دو سه تا نام ما شما برازی میتیم. حالا باز بالای ازی است، باز بالای اینپوت آوتپوت ریدایرکشن است. اینپوت آوتپوت ریدایرکشنز با ما شما توانی زیره میتا که یک یوزر اینپوت خدا ریدایرکت بکنه. یعنی از یک فایل یک اینپوت داره و را ریدایرکت میکنه به جای دیگه، آوتپوت شه به جای دیگری ریدایرکت میکنه یا ایرور شه به جای دیگری ریدایرکت میکنه. امی ریدایرکشن به این معنی یک چیز است، یک فایل است، او را ما میخواییم در دیگه فایل ذخیره بکنم. یعنی مثال یک کماند است ما تایپ کردیم، او را ما میخواییم نتیجه شه باید در دیگه فایل داشته باشه، نتیجه شه در یک فایل داشته باشه. این ریدایرکشن است که توسط ایروکی ما شما ریدایرکشن اچیو میکنیم و بعد اسم. پس ما شما میگیم که ریدایرکشن زمانی که ما شما انجام میدیم اینپوت آوتپوت ریدایرکشن، یک چیز را اینپوت میکنیم نتیجهش آوتپوت شده یک فایل دیگه ذخیره میکنیم یا دایرکت میکنیم. یعنی پروسه را اینپوت آوتپوت ریدایرکشن میگه که ما شما توسط ایروکی یا ایروکی که داریم لفت رایت توسط از یا ما شما ایرا اچیو میکنیم. استند اوت چی مانه؟ استند اوت ما شما میتونیم دایرکت بکنیم با فایل ها، به خاطر از اینکه ما شما یک آوتپوت داریم او را میخواییم انجام بتیم، ما شما ای را توسط خود کمانده که داریم ریدایرکشن را توسط کمانده انجام میتیم. ما میخواییم به ترمینال برگردم، در ترمینال پس لاک شده، ما ای را میخواییم توسط ترمینال ای را انجام بتیم. مثال ما میخواییم ای را یک دفعه کلیر بکنم، ایکو میکنم، ایکو در قوس نشته میکنم به ما دیسپلی بکو، ایکو مانش میز که پرینت بکو، ایکو بکو لاین مثال افغانستان، ایره برش میتونم ایره به ما ایکو بکو. زمان که ما انتر میکنم بیبی ما شما دایرکت دریجه ترمینال ریپلای میتا افغانستان. پس ما زمانه که اینا میخواییم ریدایرکشن انجام بتیم،
پس ما میخوایم که اکو و افغانستان و افغانستان ها با ما اکو بکو، اما ایجا ریدایرکشن میشه. ریدایرکشن به این معنا ایره با ما گفتیم توسط ایرور کی، توسط ایرور کی انجام بده. بعد از او برش میگم در یک فایل به نام اگزامپل یا برش میگم که myhomeland.txt در ایجا جواب جواب بکن. ببینین آلی کو امیف کماند کو افغانستان انجام یافت، اما با ما شما انپوت اوتپوت نداد. ما انپوت کردیم، ما شما ایکو افغانستان انجام دادیم، اما ریدایرکت کردیم با کجا؟ با myhomeland.txt. اگر ما شما آلی لیست بکنیم باید یک فایل به نام myhomeland.txt وجود داشته باشه. ببینین ما شما داریم یک فایل به نام myhomeland.txt است وجود داره و ما شما توسط از این آل معلوماتی که اوجا ما شما ریدایرکت کردیم باید دیجا ذخیره شود. پس ما میگم که کات ما شما خواندیم با ما شما با فایل های خرد استفاده میشه تا یک فایل با ما شما دیسپلی بکنه. پس ما میگم کات افغانستان دا تکست کات مشکل در چی هست؟ فایل نام فایل مای هوملند هست، مای هوملند دات تی اکس تی. پس زمان که دمه میزنم ببینین نتیجه رو با ما شما دیسپلی میکنه، در بین امی فایل ما شما نتیجه خود ری دایرکت کرد. پس اینی میره ریدایرکشن میکنه، چگونه ما شما میتونیم ریدایرکشن انجام بدیم؟ این یک سوال پیدا میشه کجا پر استفاده میباشه. زمانی که شما یک کود نوشته میکنین، اگر شما او کود رن میکنین شما میگین که نه این کود زمانی که ایرور میتا، زمانی که اوتپوت میتا، اگر در روی امو پروگرام با ما نشان بده خیلی بد معلوم میشه، خیلی شاید خیلی مزاحمت به ما شما بکنه. ما میگیم اگر ایرور باشه، اگر هر چی باشه، یک فایل به نام ایرور برش میگیم و بعد از او امو زمانی که یک چیز را دیسپلی میکنه با ما شما در فایل بتن، نه اینکه در روی صفحه مثل که ما شما بالای جو گفتیم با ما شما دیسپلی بکنه. پس اینی پروسه است که ریدایرکشن انجام میده. ما شما یک مثال دیگر هم کار میکنیم. ما میگم اکو بکو، مثال میگم که my name is خان، نام خان است. ای فایل ما برش میگم ای باید با ما پرینت بکنه، اما امیجه است که علامه ایرور استفاده میکنیم و نام فایل میدیم که name.txt. به این معنی my name is خان ایکو میکنه، با ما دیسپلی میکنه، اما میگم ای را ریدایرکت با کجا بکن؟ name.txt بکن. پس همین زمان که لیست میکنم فایل به نام name.txt وجود داره، پس من این زمان کات میکنم name.txt. پس همین که ما شما ریزلت نتیجه را پرینت میکنه که my name is خان است، ای را با ما شما دیسپلی بکنه. همین پروسی است که توسط از او ما شما ریدایرکشن انجام میدیم. از این کاراکتر به خاطر از استفاده میشه که آوتپوت که ما شما او رو به ما شما میتا او رو ریدایرکت با یک فایل میکنیم با یک جای دیگه میکنیم. یعنی پروسی استند اوت است که چگونه ما شما میتونیم استند اوت نشان با این قسم باز ما شما میتونیم این عملا نشان بدیم. دیگه ما شما سورتینگ فایل داریم یا انپوت. سورت کامان به خاطر از استفاده میشه از نامش پیداست ری ارنج میکنه، ترتیب میکنه، ترتیب لاین ها را، فایل ها را، انپوت ها یا دیکشنری را یا نومری کارده را تمامش میکنه. مثال ما شما دروی دسکتاپ اگه ببینیم زمانی که کار میکنیم در اینجا مثال دروی دسکتاپ ما است، اینجا فایل های مختلف است. ببینین فایل های مختلف است. ما اینجا برش میگم سورت بای با اساس ترتیب، با اساس نام بکو، سایز بکو، آیتم تایپ بکو، دیتا مودیفای بکو. هر کدامش میزنم اگر با اساس نیم بکنم هر کدام که A, B, C اول می حرف اولش هم اول آیکن قرار میگیره، دوم سیوم بین قسم سورت بای است. در لینکس هم ما شما بین قسم سورت بای داریم که سورت وظیفه‌ش هم ایست که چگونه ما شما میتونیم ترتیب مراد بکنیم، چگونه ما شما میتونیم فایل ها، دیکشنری، نومری کارده را در بینش ایجاد بکنیم. پس اگزامپل زیل ما شما با اساس هیت کمان که پاین لاین سلاش ایتی سی پاسورد میگیریم و اوتپوت با یک فایل روان میکنیم و ایره باز ما شما مدیریت میکنیم. پس همیج است که همین مثال کار کرده، هیت کرده و بعد از او اوتپوتش هم با فایل مای پاسورد روان کرده، بعد از او سورت مای پاسورد پرس کرده، با اساس از او کار انجام داده. ما شما عملا ایج انجام میتیم. اول ما شما چی میکنیم؟ اول ایره کلیر میکنیم. ببینین ما شما اول یک چیز را دیسپلی میکنیم، او را میبینیم و بعد از او ما شما زمانی که را دیسپلی قرار دادیم ببینید جا از طریق کماند هید یک فایل دیسپلی میکنم پنج لاین شد. بعد از او ما شما ری دایرکت به مای یک فایل بنایم مای پاسورد میکنیم و او را میبینیم و بعد از او که سورت کردیم نتیجه شا پاس هم میبینیم. مثال ما میگم که هید و ای داش پنج به این مانا که پنج لاین به منش هم میده. دست هید اول یک داری میبینید جا که کدام فایل وجود دار ls فایل بنامی psw را میبینیم.
پس ما میگیم که دیسپلی بکو هیدا پنج لاین شه از چی را از فایل به نام PSWD و بعد از او برش میگیم که ری دایرکت بساز و کجا ری دایرکت بساز دایرکت بساز به نام sorting.txt ایر از با sorting.txt بساز ایر این تار کدوم ببینیم sorting.txt باید فایل ایجاد شد ببینیم ساده است هیت کماند گفتیم و شما بخاطر ازی استفاده میشه که پیجنگ انجام بده پس ما میگیم که هیت بای دیفال ده خطه نشان بده ما اینجا داشت پنج داره به این مانه که پنج قطار پنج لاین به نشان بده دن نرو پس فایل پاسورد به ما شما پنج لاین اولش نشان بده و نی ریزلت شده اینجا پرینت نکو ریزلت شده در فایل sorting.txt پرینت کو پس ما شما فایل سکات sorting.txt را پرینت میکنیم ایسا باید بزرگ بگیریم که ما شما زمان که یک حرف هم اشتباه میتیم پرند نمیکنه ببینید پنج حرف اولی را ما شما دیدیم که پنج قطار اولی را بین قسم است حالی ما میگم سورتینگ میکنم ای را سورت میکنم و نام فایل میتونم که sorting.txt ای باید تنظیم شد ببینید حالا اول لین 3 آمد بین بعد از او دی آمد بعد از او آر اس اس آمد یعنی پروسه را ما شما سورتینگ میگه منظم کردن ری ارنج کردن ترتیب برابر کردن امی پروسه را ما شما سورتینگ میگه ببینید امی مثالی که ما شما حال کار کردیم اول کماند هید استفاده کردیم چند استفاده داشتیم کماند هید ریدایرکشن استفاده کردیم و بعد از او سورتینگ انجام دادیم سورتینگ ما شما گفتیم هر وقت انجام میتیم سورت کماند بعد از او نام فایل نام دایرکتری هر چیزی که ما شما کار داریم نام از او انتر میکنیم ای به ما شما سورتینگ انجام میده با سورتینگ دیگه هم چیز داره که از با کدام اساس میشه او را باز ما شما زیاد به جزئیات نمیریم ما شما فقط یک مرور میکنیم یک بلچیم که چگونه سورتینگ میشه دیگه ما شما وینگ فایل استاتستیک است ما شما میتونیم جزئیات یک فایل ببینیم که WC کماند به ما شما تعداد لاین ها را تعداد ورد و سایز بایت ها که یک بایت یک کاراکتر است در یک فایل و توتال لاین از ایرا جمع میکنه این تمام معلومات مشخص که نیاز است ما شما میتونیم به اساس ازی اکسس بکنیم بعد ما شما میتونیم سه استاتیک که نیاز است او را پرینت بکنیم برای هر لاین جزئیات میتا و به ما شما توتال استاتیک میتونه با یک فایل نیمی که ما شما پروواید میکنیم برای ازو به ما شما میتا ما شما میتونیم بگیم که ما یک دایرکتری دارم در اینجا در WC وظیفه شم ایست که به ما شما دیتایلز میتا چه قسم دیتایلز میتا ما میگم که WC پاس WD ببینید به ما شما معلومات راجع به چی میتا راجع به فایل به نام PSWD میتا حال مفهوم ازی چی هسته ما شما اگر بیاییم بای دیتیل اینمی دایرکتری بخوانیم که چی وظیفهش هسته داوت بتا پریوز اگزامپل ها فور کالم چهار کالم میگه میداشته باشه ببینید چند کالم هست ما شما اینجا ببینیم که یک دو سه چهار کالم سه هست چهار کالم هست اول نمبر آف لاین هست به ما شما تعداد نشان میشه که در اینجا چند لاین هسته ببینین 46 لاین هسته اینجا ای به ما شما میگه در فایل به نام پاسورد چند لاین است 46 لاین است دوم به ما شما چی میگه نمبر اف وردز چقدر وردز در اینجا وجود داره چند لغات است 82 تا وردز در اینجا وجود داره لاین دوم به ما این نشان میده و نمبر اف بایت سوم به ما شما تعداد بایت ها نشان میده که چند بایت در اینجا وجود داره 2754 تکس یعنی بایت وجود داره و بعد از اون نام فایل است که فایل نیم چی است فایل نیم به نام اونجا پاسورد تکستی است ما شما میتونیم دیگه آپشن ها را هم استفاده است این آپشن ها به خاطر که نمبر اف لاینز نشان بده ما شما داش ال نشان میدیم داش دبلیو آپشن ما شما میتونیم جاست نمبر اف ورز به نشان بده و داش ما شما میتونیم که جاست نمبر اف بایت نشان بده یعنی شما میتونیم این را شارت بکنیم خب شارتلی دبلیو سی به خاطر از استفاده میشه که درباره یک فایل به ما شما بگه مثال ما درش میگم دبلیو سی سورتینگ بگو که دی چی هستا sorting.txt ببینید ما شما میگه 5 ورد است چی است 5 چیز است 189 بایت است و چند ورد است چند لاین است و نام فایل هم sorting.txt است پس به مقصد ما شما میتونیم که انجام بدیم sorting اگر ما ببینیم که 5 لاین است اگر ما شما ببینیم که راست است یا اشتباه است اگر ببینیم هیچ عملی ببینیم که چی است داخل از این یه را میبینیم 5 لاین است راست است و 5 تا چی بود ورد بود چی 5 تا ورد فکر کنم استفاده شده یک چه قسمی است و دیگه هم 189 بایت میشه سایز از این نامی فایل هم sorting.txt است و این قسم شما میتونین یک جزئیات یک فایل توسط کماند WC پروواید بکنین
شما میتونین اتوسط گریپ کماند فیلتر لاین بکنیم در یک فایل، یعنی نتیجه آوتپوت یک کماند او را فیلتر بکنیم، مشخص بکنیم. ما شما میتونیم که ما شما گریپ گفتیم به خاطر از اینکه فیلترینگ انجام بدیم در یک فایل یا در یک آوتپوت ببینیم که مچ پیدا بکنیم، ما شما در بین چیز ما شما گریپ انجام میدیم. و به طور مثال تمام یوزرهایی که ما شما میتونه با سیستم لاگین شوه اتوسط باشیل و کدام هستن، ما شما میتونیم توسط گریپ کماندی رو پیدا بکنیم، فیلتر بکنیم در دایرکتری سلاش تی سلاش پاسورد که کدام لاینایی که باش پترن داره رو ما شما میتونیم لاگین بکنیم. پس به خاطر از این ما شما میتونیم از گریپ باش سلاش تی پاسورد بکنیم. این خیلی ساده و چیز هست. ما شما مثال در فایل گریپ گریپ پاسورد اینا ما شما ببینیم که ببخشید باش ما میخواییم که کدام ها در کدام جاها باش یوز شده تا ما بتانیم او را در فایل pswd پیدا بکنیم. ببینین تنها روت که چیزی روت داشته باشه و میتونه باش اکسس بکنه. دوم گفتیم کسی که هوم یوزر است یا دایرکتوری هوم اجمل از این قرار داره او هم باش است میتونه این اکسس بکنه. یعنی در بین چند لاین هایی که در پاسورد ما شما داریم، اگر ما شما کات pswd را ببینیم خیلی لاین هست. در بین لازمه پا ما شما به طور سرخ انجام داد که همین دو لاین میتونه باش اکسس بکنه، دیگه هیچ کس نمیتونه. این با ما شما یک فیلتریشن انجام میده، با ما شما دیسپلی میکنه که چی کس چی کار میتونه انجام بده. یا یک چیز رو شما یک مثال داریم، شما با در ادوانس در جای پروگرامینگ در دیگه جای با شما میتونه خیلی زیاد از گریپ استفاده بکنیم. پس کماند گریپ با ما شما فیلترینگ انجام میده که شتو فایلایی که در کانتنت فایل هست او را با شما پیدا بکنیم و اکسس بکنیم. پس همین یک پروسی است که چگونه فیلترینگ انجام میدیم. این بود یک بخشی از ورکینگ ویت تکست، چگونه ما شما میتونیم با تکست کار بکنیم. این بود لکچر امروزی. آرزو دارم که یک چیزی را گرفته باشین. انشالله کارخانگی برتان میتونم تمام ازیا برتان پرکتس میشه، انشالله مشکل حل میشه. تا لکچر بعدی به خداوند یکتا میسپرمتان. جور و صحتمند و بافیت باشین.